ایدز یا سندروم نقص ایمنی اکتسابی نوعی بیماری است که با ورود ویروس اچایوی به بدن و حمله به دستگاه ایمنی، ایمنی انسان دچار نقص و این بیماری ایجاد می شود. این بیماری سه مرحله اصلی دارد. در مرحله اول یعنی افونت حاد، فرد ممکن است برای مدت کوتاهی بیماری شبه آنفولانزایی را تجربه کند که در همه افراد قطعی نیست. به همین علت، معمولا این بیماری به مدت طولانی و بدون هیچ علائمی در فرد وجود دارد. به این مرحله از بیماری دوره نهفتگی می گویند. برای بار اول در سال 1920 از طریق شکار شامپانزه در افریقا صورت گرفت وقتی که شامپانزه شکار میکنند گوشت زوره میخورند به ویروس ایچایی آلوده بوده و بیشترین ابتلایان نظر به تحقیقات دامندان که صورت گرفته در قاره افریقا وجود دارد. خود مرض HIV سبب تضعیف سیستم ایمنی انسان ها میشه که بعدا میتونن خطرات بسیار جدی و غیر قابل وصف در انسان ها به وجود بیارن و خود خطرات بعدی که ناشی از سیستمی زوف سیستم ایمنی به وجود میاد در قالب بعضی امراض ظهور میکنه که تدایات این قسمت نتیجه نمیتند. پژوهش های ژنتیکی نشان می دهند که HIV در اصل در اوایل قرن بیستم میلادی در غرب آفریقا جهش یافته و پدید آمده است. از زمان کشف تا سال 2009 ایدز باعث مرگ سی میلیون نفر شده است و تا سال 2010 حدوداً 34 میلیون نفر به ایدز مبتلا بودند. متاسفانه هیچ گونه درمان قطعی و یا واکسنی برای درمان این بیماری وجود ندارد. اگرچه درمان ضد ویروسی ممکن است باعث کاهش دوره بیماری و بازگشت مریض به زندگی تقریبا طبیعی شود. هنوز هم که علم به یک انتهای ترقی و پیشرفت خود وجود داره، هنوز هم واکسین درست کشف نشده و یا دوای 100% فیصد که بتنای چایوی را به عنوان یک بیماری اصلی مداوا بکنه وجود نداره، هنوز هم تحقیقات وجود داره، ولی بعضی اختلاطاتی که بعد از ابتلا به اچ وجود داره بعضی دواها یا سیستم است که در کشورهای پیشرفته دکتر سایبا و یا که تبابت به شکل معیاری وجود داره کمک میکنه که مریضهایی که به اچ دچار هستند من حیث یک انسان نرمال با پذیرفتن یک واقعیت تلخ به نام اچ که مصاب هستند زندگی خود را به شکل نرمال پیش ببرد چنانچه گفته شد برای این بیماری درمان قطعی وجود ندارد اما با جلوگیری و ملاحظات ساده می توان از دایره خطر این بیماری بیرون ماند. ضد عفونی کردن و احتیاط در استفاده از لوازم آرایشی در سلمانی ها و پیرایشگاه ها، دوری کردن از هر گونه تماس با زخم، خون یا آب دهان فرد مبتلا و مقاربت های ایمن در چارچوب شرع مقدس اسلام و رعایت بهداشت از دچار شدن به این بیماری جلوگیری می کند.